سلام، خوش اومدید به کانال منحرفان شریف. آخرین خواسته اکبر خرمدین پیش از مرگ چه بود؟ همونطور که میدونید اکبر خرمدین به اتهام قتل پسر، دختر و دامادش در زندان رجایی شهر بود و چند روز اخیر به دلیل بیماری سرطان بارها از زندان به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. دیروز به دلیل ایست قلبی در زندان رجایی شهر جانش را از دست داد. اما آخرین خواسته او پیش از مرگ چه بود؟ اکبر خرمدین مردی 81 ساله بود که 26 اردیبهشت ماه امسال مرتکب یکی از هولناکترین جنایت‌های سال‌های اخیر پای تخت شده بود. او پسرش بابک خرمدین را که مستندساز و مدرس سینما بود با همدستی همسرش در منزلشان در شهرک اکباتان به قتل رساند. جسدش را در سطل زباله رها کرد که با پیدا شدن بخش‌هایی از جسد بابک خیلی زود رازش فاش شد و پلیس او و همسرش را دستگیر کرد. اواخر شهریور ماه خواهر و برادران فرامرز به عنوان تعدادی از اولیای دم در دادسرای جنایی تهران حاضر شدند و اکبر خرمدین را که داییشان هم بود بخشیدند، هرچند که آنها از قصاص داییشان گذشت کردند. اما هنوز مادر فرامرز نظرش را اعلام نکرده بود. او به دلیل اینکه سال خورده و بیمار است بر اساس نظریه پزشکی قانونی محجور شناخته شده و نمیتوانست درباره مجازات قتل پسرش تصمیم گیری کند. این زن سال خورده خواهر اکبر خرمدین بود. آخرین بار اکبر خرمدین وقتی به بیمارستان منتقل شد پس از بستری و درمان مجدداً به زندان بازگشت، اما ساعت 12:30 روز گذشته در زندان به دلیل ایست قلبی فوت شد. آنطور که بررسی ها نشان می دهد او پیش از فوت شدن حال خوبی نداشت و تنها خواسته اش رسیدگی به وضعیتش بود که کادر پزشکی تمام تلاشش را برای نجات او به کار گرفت، اما در نهایت پرونده زندگی او برای همیشه بسته شد. در آخرین لحظات اکبر خرمدین میخواست سلامتی خودش رو به دست بیاره، اما این اتفاق نیفتاد. سرنوشت این پرونده چه خواهد شد؟ با مرگ اکبر خرمدین مهمترین سوال این است که سرنوشت این پرونده چه خواهد شد؟ یکی از قاضی‌های پرونده‌های جنایی میگوید اتهامات علی اکبر خرمدین 3 فقره قتل عمد و جنایات بر میت بود. او به جرم قتل دامادش قصاص و در رابطه با قتل فرزندانش به پرداخت دیه محکوم می شد که حالا با مرگ قاتل و بر اساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی درباره مجازات قصاص قرار موقوف الاجرای مجازات در پرونده صادر می شود. یعنی پرونده درباره رسیدگی به اتهام قتل مختومه خواهد شد. این قاضی در ادامه گفته درباره همسر اکبر خرمدین که معاونت در قتل در این پرونده داشته، پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه کیفری 1 استان تهران فرستاده خواهد شد و با توجه به رضایت اولیای دم در این پرونده برای او به اتهام معاونت در قتل عمدی از 6 ماه حبس تا 5 سال زندان در نظر گرفته خواهد شد. ممنونم که به این ویدیو توجه کردین. لطفاً نظرات خودتون رو در مورد اکبر خرمدین و این اتفاق تلخی که رخ داد بنویسید. خیلی ممنونم از لایک و کامنت های شما عزیزان. اگه هنوز عضو کانال نیستید هم همین الان لوگوی کانال منحرفان شریف رو در تصویر مشاهده می کنید که با یک کلیک خیلی ساده روی همین لوگو میتونید به راحتی عضو کانال بشید. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.